دوستان گرانقدر به درس روز 39 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما شما در برنامه کویک بوکس روی انتر تایم صحبت میکنیم. در انتر تایم روی یوز ویکلی تایم شیت و تایم سلاش انتر سنگل اکتیویتی ای دو کمان صحبت میکنیم. ایره که شما میبینین اکتیویتی شیت یا تایم شیت ای که از آنلاین میشه. به طور مثال ما یک کمپانی داریم، کمپانی دارم خودم و فینانشل سرویس پروواید میکنم. مثلا کویک بوکس کنسلتیشن است، به مشکل مثلا کویک بوکس دسکتاپ و کویک بوکس آنلاین ترنینگ است. به طور مثال یک کمپانی میآیه برای ما میگه که پدر، ما میخواهیم که امی سیستم منوالی فیلی خودا که در اداره داریم ایرا مکمل ما با سیستم کویک بوک کنورت کنیم، تبدیل کنیم. یعنی سیستم مالی فیلی که سیستم منوال است ایرا میخواییم با سیستم کویک بوک که کمپیوترایز است به ای تبدیل کنم. خب اداره ما با اینا صحبت کرد که بیادر ما براتون یکی از همکارای خود، یکی از متخصصین بخش کویک بوک براتون میتونم برای شما کار میکنه و به اساس ساعت من شما را چارج میکنم. ساعت مثلا 2000 افغانی چارج میکنم شما رو یا 1000 افغانی چارج میکنم. اگر 5 ساعت کار کردم رایتان 5000 افغانی از پیشتون میگیرم، اگر 1 ساعت کار کرد 1000 افغانی از پیشتون میگیرم. خب اگر روزای کاری به اساس هفته وار باشه، ویکلی باشه، باز ما شما اینی کماند استفاده میکنیم، یوز ویکلی تایم شیت. و اگر شما میگین که نه، مثلا یک دفعه یک روز رفت مثلا 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت کار کرد، باز ما و شما به خاطر ازی ای کماند استفاده میکنیم، تایم انتر سنگل اکتیویتی ای کماند استفاده میکنیم. خب اول میام ما و شما ری یوز ویکلی تایم شیت کار میکنیم. خب پیش ازی که ما روی ازی کلیک کنم، ما چی میکنم؟ میایم دا منوی لیست و بعد از او روی آیتم لیست کلیک میکنم. دا آیتم لیست که آمدیم دا اینجا یک آیتم اضافه میکنم، رایت کلیک میکنم، میرم دا نیو کرافتم، یک سرویس البته اضافه میکنم، نام میتم با سرویس کی کویک بوکس کنسلتیشنز و ده اینجا یونیت آف میزورمنت ایرا هاور انتخاب میکنیم. اگر اد کده باشین خوب، اگر اد نکده باشین ازی چه اد کنین ایرا ده اد نیو که رفتین ده اینجا ببینین تایم هاور نمیشته کده، ازی طریق شما برای اد کده میتونیم. ما قبل نیر اد کردیم، هاور انتخاب کردیم. وقتی که ایره انتخاب کردین، بعد از او از پیشتان کاست قیمت زیر پرسان میکنن که ایره شما پر هاور چند رو بچارج میکنن. مثلا من میگم یک هاور 1000 افغانی چارج میکنم. خب در دسکریپشن شما میتونین معلومات اینجا نوشته کنین که کنسلتیشن چی چیزا رو در بر میگیره و در اینجا باید ما شما یک اکاونت داشته باشیم به نام سرویس اینکم، چون خدمات است ما ارائه میکنیم در مقابل چیزی پولی که ما میگیریم به نام سرویس اینکم یاد میشه. یک اکاونت جور کردگیست به نام سرویس اینکم ایره انتخاب کردم. اگه این سرویس که شما به مشتریتون روان میکنین از طریق کدام سب کانترکتر یا پارتنر شما پروواید میشه، میتونین این آپشن انتخاب کنین. من ایره انتخاب نمیکنم و بعد از او اوکی کلیک میکنم. وقتی که اوکی کلیک کردیم یک سرویس همراه ما اضافه شد به نام کویک بوکس کنسلتیشنز و بعد از چی میکنم؟ من ایره کلوز میکنم، میایم در منوی کاستومرز، در کاستومرز که اومدیم روی انتر تایم و use weekly timesheet انتخاب میکنم. ای use weekly timesheet در منوی employee هم امرای ما شماست. این جاگه شما متوجه باشین یک چیز است، تفاوت نداره. به طور مثال یکی از کارمندای ما یا یکی از وندرای ما کارمند انتخاب میکنم. در اینجا شما وندر رو میتونین انتخاب کنین، کارمند انتخاب میکنم. مثلا امرای ما یک کارمند ماست به نام محمد اسلام صاحب زاده. این مثلا کویک بوکس اکسپرت است یا دی بخش میفهمه. ای که هست ای را من انتخاب کردم. برای چی میکنم؟ در اینجا برای ما میگه Would you like to set this employee to use time data during paycheck؟ میگم نو. ای را paycheck یک موضوع جدا سوره، بحث جدا سوره، سر از صحبت میکنم. ای را انتخاب کردم و بچه ایزو میتونین شما که مثلا employee را انتخاب کنین، ببخشین vendor را انتخاب کنین. vendor مسئله جدا سوره باز بعدا صحبت میکنم. مثلا اینمی employee ما با یک مشتری ما که بنامی چیستا آریا دلتا کنسلتنگ گروپ یا برازی یا انتر کانتیننتال هتل کابل
خب ما ایر انتخاب کردم می اینتر کانتیننتال هتل کابل میگم برازی یک سرویس پروواید کرد چی سرویس پروواید کرد برازی که هستا کویک بوکس کنسلتیشن انجام داد مثلا امی منوال سیستم چارت اف اکاونت جور کرد کمپنی جور کرد برازو کارمندایش ترنینگ داد خب کنسلتیشن تمام از این مسائل دا برمیگیره خب د نوٹ چیز را نوشته میکنی نوشته که دا غیر از اون نیاز نیست خب ای کار که مثلا کنسلتیشن که به این کمپانی انجام داد از کدام تاریخ است میخوایی مثلا اکتیویتی دا تایم شیت از کدام تاریخ توی درج کنی فعلا تاریخ 11 گرفته هفته گذشته میتونی ایره چینج هم کنی مثلا مشکل نداره مثلا ما تاریخ چی را انتخاب میکنم افده خوب باز افده اینده میه مثلا ما انتخاب کردم که از تاریخ 15 یا مثلا تاریخ 10 این نفر که است با اینا چی کرده کنسلتیشن کردم خب ما ایجی ببخشین یه انتخاب کردم چون تاریخ تغییر خورد و چیزایی که بود رو از بین برد ما در اینجا میایم چه میکنم میگم بین مشتری ما اینترکانتیننتال هتل از تاریخ ببخشین پیشتر به خاطر از اینکه او هفته که است چهار که انتخاب کردن او در هفته در که انتخاب کردن در هفته قبلی میه در هفته مثلا جنوری در اینجا میه او تاریخ چهار انتخاب کردن صحیح اگر شما این هفته را میخواین باز مجبور هستین 11 انتخاب کردن ما مثلا 11 انتخاب کردم یس انتخاب میکنم 11 را که انتخاب کردی بعد از بیاد اینجا مشتری را انتخاب کن به این مشتری که هست چی کرده بیاد در کویک بوک کنسلتیشن انجام داده خب در تاریخ 11 صحیح است که منده میه فکر کنم در اینجا که هست تقریبا 5 ساعت کار کردم در تاریخ 12 تقریبا 1 ساعت کار کرد مثلا کارمند نبود یا چیز مشکل دیگه بود در تاریخ 13 کس مثلا باز 2 ساعت کار کرد در این تاریخ باز مثلا 4 ساعت کار کرد در اینجا توتال شبری ما نشان میده در فرایدی کس مثلا باز 5 ساعت کار کرد در سچردی مثلا 2 ساعت کار کرد و در این کس 1 ساعت کار کرد مکمل چقدر میشه؟ 20 ساعت میشه اگر کدام سرویس دیگر انجام داده باشه باز در اینجا میتونین که نام کمپانی رو انتخاب کنین امو کمپانی و در اینجا که سرویس آیتم انتخاب میکنین ما میگم نه این 20 ساعت که از دمی یک هفته بر از یا کار کرده میتونین هفته دیگر اگر شما بخواین سب کنین این رو سیو کنین هفته دیگر انتخاب کنین این ویکلی است یک هفته رو میتونین شما یک قسم تایم شیت جور کنین و او رو باز پروسس کنین شما در اینجا چون این هفته از تاریخ 11 شروع میشه به او خاطر تا هفته تاریخ 11 تا 17 یک هفته است دیگه ایره که شما جور کردین مکمل معلومات درج کردین بعد از چه میکنیم سیو این کلوز میکنیم سیو این کلوز کلیک کردین یک دانه ویکلی تایم شیت امرای ما شما جور شد به هفته که از تاریخ 11 تا 17 بود ای شروع شد ای جور شد امرای ما شما این حالی امو مشتری که به نام اینترکانتیننتال هتل کابل است اگر ما شما بیایم فعلا هیچ این نفر از پیش ما قرضدار نیست بالانس چیزی نداره صفر است نه منفی است مثبت است خب برازی این نفر مشتری برای ما ایمیل کرد که بهتره ما اینوایس تون روان کنیم برای ما که ما پولش پرداخت کنیم ده گفتم مکمل کار ما چی شد خلاص شد میایم د کاستومرز که اومدین کریت اینوایس در بخش کریت اینوایس که اومدین شما نام مشتری رو انتخاب میکنین به مجرد که شما نام مشتری رو انتخاب کنین اگر دی بلبل تایم کاست باشه اگر او سنگل باشه یا ویکلی باشه اتوماتیکلی یه آپشن براتون میاد اگر نباشه یه آپشن نمیاد برای ما این کویک بوک مسج میده که دس کاستومر یا د کاستومر اور جاب یو هاف سلیکتد هاز اوتستندینگ بلبل تایم اند کاست دو یو وانت تو سلیکت د اوتستندینگ بلبل تایم اند کاست to add to this invoice میگه اینی مشتری که شما در اینجا انتخاب کردین billable time and cost داره آیا میخواین اونم معلوماتش رو در اینجا برد اد کنم و بساس از شما invoice جور کنین برازی یا میگه نه exclude ما او رو نمیخواییم یک invoice جدید fresh دیگه به خاطر کدام موضوع دیگه جور میکنم میگم نه بله میخوام که اونم معلومات شما select کنین و در اینجا بیارین در این invoice اد کنین برای ما و بساس از ما برازی چی میکنم invoice جور میکنم بعد از او اوکی کلیک میکنم وقتی که اوکی کلیک کردم تمام معلومات برای ما در یک صفحه جدا برای ما میاره برای ما میگه the history اینمی مشتریت که به نام intercontinental hotel است شما weekly time activity دارین و اینی معلوماتش است میخواین invoice با یکی ازی مثلا 2-3-4 جور کنین یا به مکمل اگر اون نفر گفته باشه که 3 روز invoice شروان کن برای ما 3 روز انتخاب میکن اگر مکمل گفته باشه مکمل شما اید انتخاب میکن وقتی که مکمل انتخاب کردین بعد از او اوکی میگین وقتی که اوکی کلیک کردین مکمل معلومات اینجا چی میشه؟ کاپی میشه invoice number چند است مثلا 3 است 4 است هر چی که است
تاریخش انوایس کیس امروز است مثلا امروز ما میخوایم که برای انوایس جور کنم صحیح است ترم کاندیشن دیگه معلومات شما دست نزنیم مکمل چقدر میشه مثلا مکمل تقریبا 20000 افغانی میشه چند ساعت کار کرده فکر کنم 20 ساعت میشه مکمل اونجا 20 ساعت میشه 20 سال مکمل 20 ساعت مکمل ضرب 1000 شو 20000 افغانی میشه بعد از اون اینجا میتونی که یک مسیج انتخاب کنی مثلا یک مسیج انتخاب میکنیم برش که please remit to the above address یا thank you for your business ایر انتخاب میکنیم یا میگیم we appreciate your payment prompt payment ما از اینکه شما مگز عاجل برای ما پول پرداخت کنیم تشکری میکنیم بعد از این کار کردیم میگیم save and close وقتی که save and close کلیک کردین شما ببینین the history از این نفر خب اینجا موضوع outlook آمد این outlook ما نو انتخاب میکنیم چون بخاطر از اینکه اینجا ما ایمیل دست لیتر ایر انتخاب کردیم خب اینال شما ببینید 20000 افغانی ده هیستری اینمی مشتری ما به نام انترکانتیننتال هتل کابل اضافه شده و ایپل کیس بالای زی پیپل است و برای ما شما رسیویبل است اگر وقتی که مشتری آمد برای ما پول داد بعد از شما میام چی میکنیم ریسیو پیمنت میگیم که مشتری برای ما پول داد خب کدام مشتری اینمی مشتری چقدر ده هیستری زی چقدر پول است مثلا اینمی یک ترانزکشن است از 20000 افغانی مکمل از زیر پرداخت برای ما به شکل کیش امروز صحیح است اگر کدام اینوایس نمبر یا زور شما در اینجا درش میکنید درش کنید در غیر از اون نیاز نیست بعد از اون که شما انتخاب کردین سیو این کلوز میگیم سیو این کلوز کلیک کردین بالانس ازی صفر شد به خاطر ازی که برای ما پیمنت کرد و پول رفت مکمل مستقیم در ان دیپوزیت فند حالا که شما این رو میخواین دیپوزیت کنید در میک دیپوزیت بیاین و یک ان دیپوزیت فند داریم ما شما اینه میسته و یه هم از انترکانتیننتال هتل کابل است میکنیم ایره دیپوزیت میکنیم در چی دیپوزیت میکنیم میگیم ایره دیپوزیت میکنیم مثلا در کیش آن هند یا در پیتی کیش دیپوزیت میکنیم خب بعد از اون میگیم سیو این کلوز سیو این کلوز کلیک کردیم پول هم چی شد دیپوزیت شدم برای ما شما دیگه این بود دوستا چه قسم شما ویکلی تایم شیت استفاده میکنین مان در موضوع تایم سلاش انتر سنگل اکتیویتی ایره انشاءالله در ریکارد بعدی همراه شما صحبت میکنم.